در این قسمت حکایتی رو آغاز میکنیم با این موضوع حکایت مرید شیخ حسن خرقانی یعنی مرید شیخ ابوالحسن خرقانی میاد که ایشون رو ملاقات کنه و اجازه بدین شروع کنیم بخونیم ببینیم که مولانا چه نتیجه میخواد از این قصه بگیره رفت در ویشیز شهر طالقان بهر سیت بلحسن تا خارقان کوها ببرید وادی دراز بهر دید شیخ با صدق و نیاز آنچه در ره دید از رنج و ستم گرچه در خورده است کوته میکنم کنم. پس درویشی که انسانی که علاقه داشت در مرکزش همانیدگی نباشه از شهر طالقان میره به خاطر حسن نام یا نیکویی نام شیخ ابوالحسن خرقانی این مصره دوم ممکنه جور دیگه در بعضی نسخه ها باشه ولی من پسندیدم اینطوری بخونم بهر سیت بلحسن تا خارقان کوها ببرید و وادی دراز بهر دید شیخ با صدق و نیاز این شخص هم راستین بود هم از روی نیاز می رفت پس بنابراین بر اساس انگیزه های من ذهنی نمی رفت یک مورید واقعی بود همینطور که شاید ما باشیم در مقابل مولانا هرچی از مولانا می خونیم ما باور می کنیم و بهش عمل می کنیم پس این شخص کوههای زیادی رو زیر پا گذاشت و وادی های درازی رو که بتونه شیخ رو ببینه و در این راه میگه از رنج و ستم چیزهای زیادی دید که شایسته ذکره ولی من کوتاه میکنم این قصه میتونه مربوط باشه به اینکه شما از وقتی که شروع میکنین به کار رو خودتون بر اساس دانش مولانا با چه چیزهایی مواجه خواهند خواهید شد اگر این موضوع رو دیگران بفهمم به شما چی خواهند گفت و مهمترین آنها من ذهنی خودتونه بر اساس اندیشه های من ذهنی چه چیزی در مورد این کار خودتون خواهیم گفت اول با چی برخورد میکنین این مرید وقتی با احترام در شیخ, شیخ عبالحسن رو میزنه خانمش میاد بیرون و شروع میکنه بدگویی کردن از شوهرش که عارف بزرگی است و نشون میده که هیچ من ذهنی اشاری حضور رو نمیشناسه و اگر شما این راز رو فاش کنید که من روی خودم دارم کار میکنم تمام منهای ذهنی خواهند گفت شما ابله این راه رو گم کردین همینطور که خانم شیخ حسن داره به این مرید میگه میگه رنج زیادی دید در راه گرچه که شایسته گفتنه ولی من کوتاه میکنم و این نشون میده که اگر شما خیلی به زحمت افتادین تا به این مرحله رسیدین که میگین الان من به مولانا گوش بدم بخونم تحقیق کنم خودما از من ذهنی بیرون بیارم درست که تا حالا خیلی به زحمت افتادین بهتر کوتاه کنید چون اگر اجازه بدیم من ذهنیتون از اون زحمت و رنج و درد گذشته استفاده کنه دوباره در مامزا خواهیم بود یعنی نباید اجازه بدین من ذهنی شما را ارجاع بده به مشکلات و زحمات گذشتهتون چه رنجه دیدم چی ها کشیدم اینا رو بذارین کنار آنچه در ره دید از رنج و ستم شما هم که در ره هرچه از رنج و ستم دیده این درسته که شایسته ذکره ولی بهتر کوتاه کنیم راجبهش اصلا حرف نزنیم از سیت یا سیت هر دو درسته یعنی شهرت نیکو آوازه به نام نیک چون به مقصد آمد از ره آن جوان خانه آن شاه را جست و نشان چون به صد حرمت بزد حلقه درش زن برون کرد از در خانه سرش چه چه میخواهی بگو ای زل کرم گفت بر قصد زیارت آمدم پس وقتی به مقصد رسید این شخص رسید به خارگان و خانه آن شاه یعنی شاه همیشه میدونی معنی عارفه هر کسی به بینهایت و ابدیت خداوند زنده شده شاهه خانه آن شاه را جست و نشان نشانی خونه او رو گرفت و با هزار احترام حلقه درش رو به صدا در آورد و خانمش در باز کرد سرش رو کرد بیرون گفت چی چی میخوای ای جوان مرد زل گفت به قصد زیارت شیخ اومدم خب این میتونه تمثیل شما هم باشه که الان میخواین فضا رو باز کنید خداوند رو زیارت کنید یا نه واقعا برین یه شاه رو ببینید چون خداوند و شاه هر دو یه جنس هستند ولی فرض کنیم که اصلا شما میخوایم فضا باز کنید خداوند رو ببینید اگر در رو بزنید ممکنه که من ذهنی خودتون جواب بده ببینیم که چه جوابهایی این خانمش خواهد داد که این خانمش من ذهنیه در واقع بر خود شاه یعنی شیخ حسن بل خنده ای زد زن چه خه ریش بین این سفرگیری و این تشویش بین خود ترا کاری نبودن جایگاه چی به بیهوده کنی این ازم را اشتهای گولگردی آمدد یا ملولی وطن غالب شدد خ خ یعنی به به منتها در اینجا معنای منفی داره میگه به به اینو ببین خ کلمه تحسین است ما در اینجا جنبه تمسخر دارد ریش در اینجا کناهی از احمق گولگردی یعنی ولگردی کردن بیهوده این طرف و آن طرف رفتن ملولی دلتنگی پس خانمش سرش از خونه میاد بیرون میگه چه میخواهی اون میگه اومدم شوهرت رو ببینم شیخ رو ببینم شاه رو ببینم میگه به این احمق رو ببین و این سفر دراز رو ببین و این همه تشویش و نگرانی و ناراحتی رو ببین یعنی مثلا یکی به شما میگه که میخوای به خدا زنده بشی اینو ببین مولانا میخونی میخوای ازش استفاده کنی این احمق رو ببین اینطوری میگن نمیان شما رو تحسین کنن بنابراین شما نباید دنبال تایید از یه من ذهنی باشید و ادامه میده میگه اونجا در طالقان در اون جایی که بودین ما در کجا بودیم در فضای زن اونجا کاری نیست انجام بدی که این همه راه اومدی واقعا در ذهن کاری نیست شما انجام بدین که از ذهن سفر کنید برین آسمان رو باز کنید فکر کنید که بزم شما در آسمانه چی میگه اینا رو؟ هر من ذهنی از جمله من ذهنی خودتون در این داستان خانم شیخ, قبول حسن میگه خود را کاری نبود اون جایگاه که به بیهوده کنی این عزم را یعنی بی خود اومدی. اشتهای گولگردی آمدند یعنی اشتهای ولگردی غالب شده به تو یا از وطنت اینقدر ملول بودی که گفتی یه مسافرتی برم حالا اینجا رو انتخاب کردی یعنی همش داره مسخره میکنه که این عزم تو این تشخیص تو غلط بوده و الان میبینیم که از شوهرش چه چیزا میگه بله یا مگر دیوت دو شاخه برنهاد بر تو وسواس سفر را در بشاد. گفت نافرجام و فوش و دمدمه من نتانم باز گفتند آن همه از مسل و از ریشخند بی آن مرید افتاد از غم در نشیب دو شاخه یعنی یوغ چه روی موقعی مثلا شخم زدن روی گردن گاو می نهند که نمیتونه تکون بخوره میگه دیو گردن دو شاخه نهادی کشیده تا اینجا که شوهر منو زیارت کنی که میگه شاهه شده وسواس این سفر رو در پیش گرفتی این چه فکری بود یعنی این فکر احمقانه بوده بنابراین چیزهای زشت و فوش و افسون و هرچی که به ذهنش میومد بار این جوان کرد که من این همه فرش و تخخیر و نافرجام رو نمیتونم به شما بگم و اینقدر مسل زد و اینقدر مسخره کرد و این مسخره ها و مثلا اینقدر بی حساب بودند که از زیادی اونها مرید افتاد در غم یعنی در سرازیری غم افتاد اون طور که شوق و ذوق داشت و اینا می مثلا به فکرش اومد که خانمش ببین در مورد شوهرش چی میگه و این آدم حسابی نیست شاید به فکرش این میومد ولی باز هم فضا را می گوشاد. احتمالا زندگی یه چیز دیگه بهش می گفت بله دو شاخه هر آلتی که به سر آن میله یادشوب دوشاخه دو شاخه باشد پس میگه دیو دو شاخه بر گردن تو نهاده و چشیده در اینجا یعنی فریب شیطان رو خوردی اومدی اینجا پرسیدن آن وارد از حرم شیخ یعنی زن شیخ که شیخ کجاست کجا جویم و جواب نافرجام گفتن حرم حرم یعنی خانمش زنش نافرجام یعنی بینتیجه و بیهوده بله میگه اشش از دیده بجست و گفت او با همه آن شاه شیر نام کو گفت آن سالوس زراغ تهی دام گولان و کمند گمرهی صد هزاران خامریشان همچو تو افتاده از وی اندر صد و گفت آن سالوس زراغ توهی در واقع به خاطر قافی من تهی خوندم پس گفت آن سالوس زراغ توهی یعنی توهی از محتوا بی مغز راجب شوهرش میگه عشقش از دیده بجست و گفت او یعنی شروع کرد به گریه کردن مرید با این همه آرزو آمده بود این شاهو ببینه شروع کرد به گریه کردن که با این همه فحش و بد بیرا که پشت همسرت میگی حالا اون شاهی که نامش ردنیکوس نیکوس کجاست بعد همسرش میگه آن سالوس زراغ توهی و اینا رو معناش البته میدونین سالوس هیله و نیرنگ در اینجا یعنی هیلگر زراغ فریبنده توهی بی خالی گول کودن خامریش احمق ابله اتو یعنی معصیت گرفتاری از دوباره شروع میکنه به بدگویی کردن این نشون میده که هر من ذهنی پشت سر انسانی که دنبال فضاگوشایی باشه و زنده شدن به زندگی باشه اینطوری میگه بیهوده نیست میگه اسرارتونو رو فاش نکنید گفت آن سالوس زراغ توهی اون توهی مغز فریبکار هیلگر که گمراهانی مثل تو را کمن می و دام آدم های احمقی مثل توست صد هزاران خامریش خامریش یعنی بازم احمق یعنی ریش داره ولی به اندازه اون عقل نداره صد هزاران خامریشان همچه تو افتادن در کمند او از طریق او به دوچار گرفتاری شدند تو چطور اومدی شوهر منو ببینی گر نبینی شو سلامت واروی خیر تو باشد نکردی نگردی قوی گر نبینی شو سلامت واروی خیر تو باشد نگردی زو قوی لاف چیشی کاسلیسی تبلخار بانج بانگ تبلش رفته اطراف دیار سبتی اندین قوم و گوسال پرست در چنین گاوی چه میمالند دست درسته میگه که خب حالا که ندیدی برگرد برو بهتر نبینی و اگر ب... نبینی و همینطور که سال مستی واروی برگردی خیلی توست آسیب نمیبینی و از طریق او گمراه نمیشی پس بنابراین هر کسی بیاد با تعهد هر روز به طور پیوسته مولانا بخونه بخواد به زندگی زنده بشه منهای ذهنی جلوش یا پشت سرش اینو میگن ممکنه همسر آدم اینطوری بگه یا اگر نبینی و سلامت برگردی بری این به نفع توست خیلی توست تا از طریق او گمراه نمیشی و اینطوری دوباره توصیح میکنی لاف چیشی یعنی چیشش لاف زدن ادعاست حرف های دروغ گفتن ادعاهای دروغینه کاسلیسی کاسلیس یعنی تمعکار تبلخار تبلخار یعنی شکمباره همش به فکر شکمشه اینا را در مورد همسرش میگه بانگ تبلش رفته اطراف دیار بانگ تبلش یعنی آوازه بیهودش که بانگ تبله این طرفون در پخش شده یعنی این سیت و آوازهی هم که داره دروغینه واقعا من این همسر میشناسم بعد مولانا میخواد نتیجه بگیره در اینجا میگه سپتیند این قوم گوساله پرست در چون این گاوی چه میمالند است، میگه درسته که اینا پیرو موسا هستند ولی گوساله پرستند حالا درست عکس قضیه رو میگه میخواد بگه که این شوهر من گوساله است گاوه و اینها اسمشون سبتیه ولی گوساله پرست شدهاند چیها کسایی که دنبال حقیقت میگردند میخوان به زندگی زنده بشند دنبال منظور آمدنشون هستند میخوان به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشن این نشون میده کسایی که همانیده با باورهای جامد هستند و رفتارهای جامد هستند در مورد دیندار حقیقی چه فکر میکنند میگه اینها درسته که ظاهرا دین دارن ولی گوساله پرست هستند و به این گاوی که شوهر من باشه دست میمالند یعنی پرستش این شاه که واقعا شاه حقیقی است زنده شده به زندگی یا شخصی مثل مولانا شما اگه دیندار هستین چرا دنبال مولانا هستین باید به باورهای جامد بچسبین باید رفتارهای جامد رو پیشه کنید باید مکان پرست باشین زمان پرست باشین بعضی ایام رو مهم بدونید بعضی مکان ها رو مهم بدونید و مخصوصاً باور پرست باشین الگو پرست باشین اینطوری باید فکر کنید پس توجه میکنید میگه که هر کسی که دیندار حقیقی باشه واقعا بی دینه میگه الان میگه باید اینا رو تنبیه کنند چی میگه زن میگه جیوت و لیل است و بتال و نهار هر که اون شد قره این تبلخار هر کسی شیفته و مفتون این مفتخار شود شبها همچون مردار هست و روزها بیکاره و آتل پس میخواد بگه که هر کسی به حضور برسه بر اساس حضور فکر رو عمل کنه یعنی هر کسی که به حرف های مولانا گوش بده یا حتی آیات قرآن گوش بده این اصلا بیدینه. هر کسی که شیفته و مفتونه این کسی که به خداوند زنده شده گوش کنه مفتون این بشه شبها مثل مرداره میگیری میخوابه اصلا. یعنی شب باید بیدار باشه. از که دیندارین خانمه میگه باید شب عبادت کنه و یه سری آیین به جا بیاره ولی اگه خدا زنده بشه این فایده نداره و روز را هم تلف میکنه یعنی اگر در روز هم کسی به حضور زنده باشه خرد زندگی به فکر و عملش بریزه این دیگه روز رو تلف کرده حتما باید به من ذهنی عمل کنه چی میگه اینا رو خانم شیخ حسن میگه به مریدی که میخواد جوانی که میخواد بره پیش شیخ حسن و مثلا از او دانش یاد بگیره یا او این مرید رو به صورت حضور شناسایی کنه میگه که یعنی چی که از ذهن خارج بشی هر کسی از ذهن خارج بشه که دیندار نمیشه که الان بیشتر توضیح میده هشتند این قوم صد علم و کمال مکر و گرفته چین است حال آل موسا کو در ایقا تا کنون آبدان اجل را ریزند خون میگه حتی اینا رو باید گرفت کشت هشتند این قوم یعنی کسایی که مثل شیخ حسن به دین حقیقی زنده میشن اینا علم و کمال ذهنی رو هشتند یعنی کسی که به سون به خداوند در هر لحظه شن جدیده که آیه قرآنه اگه عمل کنه اصلا دین نداره چی میگه اینها رو یه من ذهنی میگه درست شما بس حساب کارتون رو بکنین که یه من ذهنی در جلوی روی یا پشتر یه آدمی که میخواد واقعا در هر لحظه به سن دست بزنه به طرب زندگی دست پیدا کنه چی میگه؟ میگه این علم و کمال نداره یعنی اگر خداوند از طریق کسی حرف بزنه و به سون دست بزنه فکر جدید بیاره راه حل بیاره اون حساب نیست باید بریم همون فکرهای پوسیده ذهن رو پشت سر هم بچینیم سبب سازی کنیم این میشه علم و کمال هشتن نینقوم صد علم و کمال مکر تزویری گرفتن اینا یعنی اینا اگر فضا رو باز میکنن خرد زندگی رو میارن جا به این جهان به سون و طرب دست میزنن و حال من ذهنی رو رها کردن به حال زندگی رسیدند این اصلا تصویر عوام فریبیه حالا میگه آل موسا کو طرفداران موسا کو افسوس نیستن که آبدان گوساله رو خون بریزن یعنی شوهر من که دیندار حقیقیه گوساله است و موقع اون من ذهنی گوساله نیست اون دینه در حالی که ما میدونیم من ذهنی گوساله است همه الان داشتیم میخوندیم میگه اگر بی بدن جان تو نمیتونه زندگی بکنه فی سماع رزکم روزی چیست بزم شما در آسمانه آیه قرآن میگه یه باید فضا رو باز کنید آسمان رو باز کنید به زبان خوش باز میکنید یا به زور باز کنم ما میگیم به زبان خوش این میگه هر که آسمان رو باز کنه بیدینه باید تو محدودیت ذهن باقی بمونه باید متعصب باشه آل موسا کو در این کنون آبدان اجرا ریزند خون بله شر و تقوا را فکنده سوی پشت کو عمر کو امر معروفی درشت چین اباحت زین جماعت فاش شد رخصت هر مفسد قلاش شد کو راه پیغمبر و اصحاب او کو نماز و صبح و آداب او اینا را چی میگه همون خانم شیخ حسن میگه یا اینا از ذهن جامد خارج شدند شر و تقوا رو شر و تقوا رو خانم شیخ حسن توصیه میکنه میگه اینا شر و تقوا رو کنار گذاشتن فضا رو باز میکنن به سن مشغول میشن یعنی چی عمر کو عمر میدونه که در امر معروف خیلی سختگیر بوده کو عمر کو امر معروفی درشت بیان چلو اینا رو بگیرن یعنی چی که میگی تو انس تو ذهن خاموش کنی ذهن باید دائما حرف بزنه کدوم حرف رو بزنه همون حرف های قبلی رو بزنه اونو میگن دین که فضا رو باز کنی به زندگی زنده بشی که این که دین نمیشه پس شما خاموش باشین انس تو دا زبان تا من شبم در گفتگو این قبول نیست اصلا سون چیه شانه جدید چیه خداوند در هر, در هر لحظه در کار جدید است یعنی چی عمر کجاست پدر اینا رو در بیاره ها حالا میگه این چین اباحت زین جماعت فاش شد رخصت هر مفسد قلا شد میگه اباحت یعنی در به اصطلاح جایز شمردن مباه شمردن میدونین که هر سن ای در واقع خارج شدن از یک باور جامده میگه خارج شدن از باورهای جامد و جایز شمردن از این قوم فاش شده اینها به سن دست میزنن چین اباحت یعنی خارج شدن از این چارچوب جامد که برای اینا مجاز شده از اینا فاش شده اینا واضحه که شر و تقوا را رو رعایت نمی کنند. بنابراین فاش شدن این سبب شده که خیلی ها به اینا نگاه کنند و در حالی که مفسد قلاش هستن اونا هم این کارو بکنند یعنی هر کسی که در واقع نگاه میکنه و این چارچوبا رو میشکنه و از ذهن خارج میشه و به خداوند زنده میشه یعنی دین حقیقی که در مورد ما میگیم تمام معبودهای آفل و شما لا کنید یه بعدا چی میمونه خداوند میمونه به خداوند زنده بشین این قبول نیست شما باید در این چارچوب جامد بمونید و به وسیله همین چارچوبای جامد باورهای جامد سبب سازی کنید درسته چین اباحت زین جماعت فاش شد یعنی اونا اومدن فاش کردن آشکارا اینا میخوان به خداوند زنده بشند این قبول نیست و اگه مردم ببینند دنبال اینا میرند و دیگه کسی باورهای جامد رو به حساب نمیاره در مرکزش نمیذاره حالا میگه کوره پیغمبر و اصحاب او فکر میکنه راه پیغمبر این بوده که و اصحاب او این است که همین توش شرع و چیزهای جامد باقی بمونه هیچ دیگه این طریقت فایده ای نداره فضاگوشایی فایده نداره رفتن از ذهن بیرون و آسمان و باز شدن هیچ فایده نداره فکر میکنه راه پیغمبر اصحاب او این بوده که در باورهای جامد بمونه کو نماز و صبح و آداب او اینا چی میگه خانم شیخ حسن میگه بله اما مرید جواب میده و تنبیهش میکنه جواب گفتن مرید و زدگی کردن مرید آن تعانه را از کفر و بیهوده گفتن زدگی کردن یعنی تشر زدن معنی کردن تعانه یعنی بسیار تعانه زننده حالا ببینیم مرید چی میگه بانج زد بروی جوان و گفت بس روز روشن از کجا آمد اساس نور مردم مشرق و مغرب گرفت آسمان ها سجده کردند از شگفت آفتاب حق بر آمد از حمل زیر چادر رفت خورشید از خجل بر اساس یعنی شبگرد حمل اولین برج از برج های دوازده کانه برابر با فروردین بله جوان بانگ میزنه سرش سر خانم شیخ حسن گفت بس کن دیگه الان روز روشن روز روشن یعنی توش در شبی در شب همانیدگی ها هستی تو دام ذهن هستی در حالتی که من و شاه یعنی همسر تو در روز هستیم یعنی فضا رو باز کردیم روز شد و تو الان فکر کنی شب این شم من ذهنی رو روشن کردی برای ما روز شده تو از کجا رسیدی به عنوان اساس داروغه روز روشن که نباید داروغه باشه یعنی چی؟ یعنی من فضام گشوده شده من روز رو میبینم خداوند در درون من در حال بالا اومدن من خورشید خداوند در انسان که باید طلوع کنه در من طلوع کرده تو از کجا رسیدی این حرفا رو میزنی؟ با این زد بروی جوان و گفت بس تمام کن روز روشن از کجا آمد اساس یعنی اگه برای تو شبه برای من روزه تو در شب ذهن هستی من فضا را گشودم در روز هستم با خداوند یه چی شدم نور مردان یعنی نور شاهان نور انسان که به حضور رسیده مشرق و مغرب رو گرفته مشرق و مغرب رو گرفت و, و میتونیم اینطوری معنی کنیم که به همه جا رسیده به همه رسیده به تمام کائنات رسیده میتونیم من بگیم که این قایده ای که ما میگیم به اصلا در واقع مرگ و زندگی ما فکر میکنیم که این حادث ها میتونن به ما زندگی بدن و انسان متولد میشه میمیره میتونیم بگیم متولد شدن مشرق مردن مغربه میگه تولد و مرگ و به اصطلاح از بین برده یعنی ما میدونیم که ما از جنس خدا هستیم اینطوری نیست که ما بگیم که در, ذهن ما میگیم چی ما میگیم مرگ،, مرگ, و زندگی یعنی اگر الان زنده ایم واقعا تو ذهن هستیم این زندگی از مادر و متولد شدیم یه روز میمیریم ولی وقتی که ما به خداوند زنده ایم متوجه میشیم که اون خاصیتی که اون جنسی که اومده از اونور درسته که متولد شده و مرده این اصلا اثری رو اون نداره تولد و مرگ اثری روی این اله است. امتداد خدا نداره که ما باشیم و نور مردان موضوع رو روشن کرده و در نتیجه هر جا آسمانی بوده سجده کرده به این به این انسان ها مردان در اینجا یعنی انسان هایی که به حضور زندند انسان هایی که به بینهایت خدا زنده شدند ثابت کردند که زندگی با نه با تولد شروع میشه نه با مرگ پایان میپذیره یعنی مرگ جسمی مشرق و مغرب گرفت و میتونیم به این معنی کنیم که اون موقع خیلی جالب میشه و آسمان ها باسم میتونه انسان هایی که آسمان درونشون باز شده و از شگفتی دائما در حال تعظیم هستند یعنی وقتی شما فضا را باز میکنین به خداوند زنده میشین از شگفتی دائما تعظیم میکنیم ما در همیشه در حال سجده و تعظیم به خداوند هستیم اگر باز بشه نه اینکه به صورت من ذهنی مثل خانم شیخ حسن هر لحظه بالا بیاد و باورهای جامد و اصل بدونه و همین بیت بعدی تایید میکنه اینا آفتاب حق برآمد از حمل یعنی خداوند در درون انسانها طلوع کرد و اومد بالا زیر چادر رفت خورشید از خجل یعنی هوشیاری جسمی من ذهنی رفت زیر چادر تا شد کسی بهش توجه نمیکنه این یه شمی بود خاموش شد گفتار ذهنی هم به پایان رسید توجه میکنین نیازهای روانشناختی تمام شد در اونجا هم که میکنیم یار در آخر زمان آخر زمان که طرف سازی یعنی در پایان زمان روانشناختی شما اگه من ذهنی نداشته باشین این من ذهنی ساکت بشه زمان روانشناختی برای شما هم به پایان میرسه نیازهای روانشناختی هم پایان میرسه از جنس احد و سمد میشید. آفتاب حق برآمد از همر یعنی خورشید خداوند از درون انسان ها طلوع کرد زیر چادر رفت خورشید از خجل خورشید از خجلت خورشید در اینجا یعنی هوشیاری جسمی چون خورشید سبب میشه این پنج حس ما به کار بیفته و ما هوشیاری جسمی به وسیله ذهن رو ایجاد کنیم این پنجتا تا حس و فکر کردن این چیه در اینجا خورشیده که از خجالت زیر چادر رفته شما اگر زندگی در درون شما بیاد بالا و فضا باز بشه و از طریق شما به سن به من ذهنی از خجالت نمیتونید یه حرف بزنه هی فکرهای پوسیده رو تکرار کنه شما این کار نمی کنید به هیچ وجه بله ترهات چون تو ابلیسی مرا کی بگردان از خاک این سرا من به باد نامدم همچون صحاب تا به گردی بازگردم زین جناب شما این حرف رو بزنید در مقابل منهای ذهنی میخوان شما رو پشیمان کنند تو یعنی حرف های بیهوده یا و سرایی ها هرچی من ذهنی هست ترهاته جناب یعنی آستانه پس بنابراین بیهودگویی و یا و سرایی ابلیسی مانند تو داره به خانم شیخ حسن میگه از خاک این سرا خاک این سرا خاک خداوندم هست منو نمیتونه برگردونه یعنی من از این راه بر نمیگردم پشت سر شیخ این حرفا رو زدی پشت سر حضور و زنده شدن به زندگی این حرفا رو زدی من از این راه بر نمیگردم شما چی شما بر میگردین میگه من که اب نیستم به وسیله باد اومده باشم تا به گرد و خاکی دوباره برگردم آیا شما رو مثل ابر باد آورده به این که ما به مولانا گوش بدین باد در اینجا یعنی باز هم حوادث من ذهنی سبب سازی های من ذهنی شما را سبب سازی من ذهنی آورده به مولانا گوش میکنین که در این صورت با مختصر گردی که بلند بشه این من ذهنی رو به هم بزنند و یه خود درد ایجاد بشه فورا فرار میکنید تا به گردی بازگردم زین جناب از این درگاه این من بر نمیگردم من با شناسایی اومدم برای من روز الان من اومدم روزم روزتر بشه من میخوام فضام گشوده تر بشه برای این اومدم شیخ رو ببینم حالا تو یا وسرای سرایی میکنی پشت سر شیخ اینها رو میزنی این حرفا رو میزنی روی من اثر نداره اجل با آن نور شد قبله کرم قبله بی آن نور شد کفر و سنم هست با حد که از هوا آمد زلال هست با حد که از خدا آمد کمال کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت آن طرف کان نور بی اندازه تافت میگه اجل شیخ نیست که به خداوند زنده شده اجل همه من ذهنیه ولی اجل من ذهنی با آن نور وقتی نور خدا میتابه وقتی فضا را باز میکنی نور زندگی میتابه یا نور شیخ میتابه میشه قبله کرم یعنی تبدیل میشه به زندگی تبدیل میشه به خداوند اما قبله بی اون نور ایه کسی قبله هم باشه از اون جنس باشه اون نور را کنه میشه کفر و سنم حالا صحبت اباحت میکنه میگه این قالب شکنی از ذهن خارج شدن دو جوره یا قالب شکنی میکنی میری به ذهن قوی تر یا قالب شکنی میکنی واقعا به خداوند زنده میشی هست با که از هوای نفس زلال اومد گمراهی اومد زلال یعنی گمراهی و هست با حد یعنی قالب شکنی و قالب شکنی را مجاز شمردن خارج شدن از باورهای جامد که از خدا اومد کمال دو جوره بستگی داره که به کدوم ور میری یا کسی لابالی میخواد اصول زیر پا بذاره بشکن قالب ها رو و بره به انحراف بیشتر به هوای نفس بیشتر که بیشتر این کارو میکنند هست با حد که از هوا این هوای نفسه یعنی خواسته های من ذهنی شما قالب رو میشکنید که با قالب های خطرناکتر همانیده بشید در این صورت میریم به, زر... به گمراهی یا نه قالب رو میشکنید فضا رو باز میکنید از چنگال یک باور همانیده همان... ب... 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 آزاد میشین فضا رو باز میشین و یواشیواش به او زنده تر میشین. به کمال میرسین. کمال یعنی یواشیواش به او زنده تر شدن. تا آخر سر به بینهایت او زنده شدن. میگه در این صورت کف ایمان میشه. یعنی کافر مسلمان میشه. دارای ایمان میشه. و دیو تسلیم میشه. اسلام یافت. کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت این من که دیوه مسلمان میشه و من که کافر ایمان پیدا میکنه یعنی میگه که در من ایمان ندارید حالا با باید بشکنی فضا رو باز کنی که دیو مسلمان بشه در مسلمان بشه یعنی تسلیم بشه هر طرف که نور بی اندازه زندگی بتابه یا شیخ بتابه ما هم داریم همین کار رو میکنیم فضا رو باز می‌کنی نور زندگی که بی اندازه است میتابه و دیو و مسلمان میکنه دیو تسلیم میشه بله در زم سنم بود اباحت مباه شمردن جایز دانستن هوا هوا و هوس نفسانی زلال گمراهی مظهر عز و محبوب به حق از همه کروبیان برده سبق سجده آدم را بیان سبق اوست سجده آرت مغز را پیوست پوست که چنین شخصی که فضا را باز کرده و این نور بیندازه داره میتابه نور بیندازه یعنی نور خدا و تسلیم شده این شخص مظهر بزرگی است پس بنابراین شیخ مظهر بزرگی است این چیزهایی که میگی درست نیست و محبوب به حق چون به خداوند زنده شده محبوب شده و جلو زده از همه فرشتگان و آدم که سجده کرده این نشانه این است که او به زندگی زنده شده او به سبق و میتونیم همین نور ازلی بدونیم سجده آدم را بیان سبق است آدم وقتی سجده کرده که ما میتونیم سجده کنیم این نشانه این است که توجه کرده به اون نور ازلی و دایما باید پوست به مغز به طور پیوسته تعظیم کنه سجده آرد مغز را پیوست پوست درست شما اگر من ذهنی داریم باید بدونه که دایما راه رو به فضای گشوده شده بدیم در اینجا پوست من ذهن است مغز همین فضای گشوده شده است پس دائما شما ذهن و من ذهنی رو زیر نظر فضای گشوده شده باید قرار بدین و اگر فضا گشایی کردین یعنی سجده کردین نشان این است که توجه به اون نور ازلی کردین درسته شم حق را پف کنی تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرد ای گند پوز چه شود در یاز پوز سگ نجس چه شود خورشید از پف منتمس منتمس یعنی خاموش تو میای شم خدا را پف میکنی که خاموش بشه ای عجوزه هم خودت میسوزی هم سرد اینا نتیجه گیری های مولاناست که شما هم هر لحظه که من ذهنی رو میاریم بالا خورشید زندگی خداوند میخواد از درون شما طلوع کنه شما پف میکنید یعنی شما فوت میکنید خاموش بشه هر موقع با من ذهنی میایم بالا شم خدا رو فوت میکنیم خاموش کنیم ولی دوچار درد میشیم هم خودمون میسوزیم تمام بدنمون چار بودمون میسوزه هم عقل ما می میسوزه گنده پوز یعنی پوزت هم گندیده است میگه دریا با پوز سگ نجس نمیشه اگر یه سگی از دریا آب بخوره یا پوزشو بزنه نجس نمیشه یعنی شیخ دریاست هر کی به بینهایت خدا زنده شده دریاست من ذهنی که پوزشو به اون میزنه پشترش حرف میزنه اون نجس نمیشه هر کسی پشت سر مولانا حرف بزنه مولانا نجس نمیشه یا با من ذهنی ما میایم بالا به خداوند آسیبی نمیرسونیم ما خودمون میسوزیم چه شود در یاز پوز سج سج نماد من ذهنی است نجس چه شود خورشید از پف منتمز خورشید که با پف کردن ما خاموش نمیشه که ما خورشید رو فوت کنیم خاموش میشه تمثیلش اینه ما هر لحظه که با من ذهنی میایم بالا با یه همانیدگی باوری میایم بالا و اون در مرکز منه داریم خورشید خدا رو فوت میکنیم خورشید خدا خاموش میشه نه ما سر صورتمون میسوزه و سوخته دیگه حکم بر ظاهر اگر هم میکنی چیز ظاهرتر بگوزین روشنی جمله ظاهرها به پیش این ظهور باشدن در غایت نقص و قصور تو ظاهر پرستی حکم بر ظاهر میکنی داره به خانم شیخ میگه داره به همه منای ذهنی میگه اینا دیگه حرف مولاناست حکم بر ظاهر اگر هم میکنی همش اهمیت میدی که چیزی رو که ذهن من نشون میده درسته اون معتبره شما فضا رو باز کن ببین از خداوند ظاهرتر چیه چیست ظاهرتر بگوز این روشنی این از اون خیلی ظاهرتره و همه ظاهرها که تو با ذهنت میبینی هرچی ببینی ام از دانش و هرچی پیش این ظهور این فضای گشوده شده البته فضا باید گشوده بشه ما بفهمیم ای بابا این اینجا بوده این اصلا خداوند همیشه با ما بوده چطور ما ندیدیم پس برای همین میگه در نگر در شرح دل در اندرون تا نه آید لاتوبسرون لا لا یعنی من از همه آشکارترم چطور من نمیبینید من هر لحظه تو را بیماراد میکنم بلکه فضا رو باز کنی منو ببینی آخر سر من ذهنی تو میبینی ناله و شکایت خود تو میبینی جمله ظاهرها به پیش این ظهور باشدن در قایت نقص و قصور قایت نقص و قصور یعنی نهایت ناقص بودن و کوتاه بودن هرچی بر شم خدا آرد پفو شم چه میرد بسوزد پوزو چون تو خف خفاشان بسی بینند خواب چین جهان ماند یتیم از آفتاب هر چی به شم خدا فوت کنه شم کی نمی میره که نمیمیره که پوز او میسوزه و پوز ما هم سوخته دیگه پوز ما سوخته بر حسب خداوند نمیتونیم حرف بزنیم بر حسب من ذهنی حرف میزنیم هر لحظه خداوند میخواد شم حضور رو در ما روشن کنه ما فوت میکنیم و پوز ما میسوزه میگه مثل تو خفاشان پس بنابراین منهای ذهنی خفاشان در خواب ذهن میبینن که خداوند در دلها ظاهر نشه و انسانها یتیم از آفتاب بمونند یعنی این نشون میده که اگر این آفتاب در درون ما ظهور نکنه یعنی ما نذاریم ظهور کنه اون که میخواد ظهور کنه رحمتندر در رحمته امروز هم خودیم هر لحظه ما رو امتحان میکنه گو از غیب رو نمود سلای زد و برفت که این راه کوته هست گرت نیست پاروا تو چون پای ذهنید روانه سبب سازیت برقراره تو فکر میکنی که خداوند از درون انسان ها نباید طلوع کنه بیاد بالا همین که طلوع میکنه میاد بالا من ذهنی خاموش میشه در واقع شمع ذهن خاموش میشه و آرزو میکنن که خداوند ظهور نکنه و این جهان یتیم بمونه که این جهان ماند یتیم از آفتاب ببینید چقدر اهمیت میده مولانا به فضاگوشایی ما و به عشق رسیدن ما به نظر میاد که وقتی ما به او زنده میشیم واقعا این برکتی که از ما صادر میشه به جهان کمک میکنه چون تو خب بسی بینند خواب چین جهان نمیگه انسان ها که جهان ماند یتیم از آفتاب بله موجه های تیز دریاهای روح هست ست جاندان که بود توفان نو لیکن در چشم کنان موی رست نوح کشتی را بهشت و کوه جست کوه و کنان را فرو بردان زمان نیم موجی تا به غر امتحان یه بار دیگه میخونم موجه های تیز دریاهای روح هست صد چندان که با طوفان نوح، لیک اندر چشم کنان موی رست نوح و کشتی را بهشت و کوه جست کوه و کنان را فرو بردان زمان نیم موجی تا به غر امتحان امتحان با هی دو چشم یعنی خار کردن بی کردن درسته میگه که موجه های بلند دریاهای روح دریاهای هوشیاری صد برابر طوفان نوح یعنی چی یعنی ما باید مطمئن بشیم که این طرح زندگی که ما باید اجازه بدیم خداوند بیاد مرکز ما و به صورت خورشید از درون ما طلوع کنه ما به او زنده بشیم و این من ذهنی خاموش بشه حتما اتفاق خواهد افتاد هی مرتبا میگه فوت نکنین و سر صورتت میسوزه می این خاموش نمیشه این باید بیاد بالا اونجا هم گفت آسمان رو باز میکنم خواه نخواه بیایین. ما گفتیم میاییم ولی الان نمیریم موجه های تیز دریاهای روح هست صد چندان که بود توفان نو صد برابر موجه های توفان نوه اما میدونیم در توفان نو در چشم چندان که به سر بود موی جس یعنی کور شد ندید همطور که ما نمی بینیم این من ذهنی مثل مور رسته چشم عدم ما به خاطر اینکه عاشق چیزها هستیم بسته شده ما نمی بینیم که این حرکت زندگی و اثرات آن خیلی خیلی مهمتر از اون موجه های ذهنه بس پسر نوح میدونه اینکه که کنان بود اینا رو خوندیم دیگه قبلا پدرش میگو پسرم بیا سوار کشتی بشو میگو نه من منت تو رو نمی کشم من شنا میکنم میرم بالای اون کوه کوه بلند منظور از کوه بلند فکر بود میگو من فکرهای عالی میکنم من سوار کشتی تو نمیشم کشتی نوح یعنی فضا یکتایی شما الان میخواین سوار کشتی نوح بشین یا میگه نه من میرم فکرهای بهتری پیدا میکنم این فکرها من رو نجات میدن نوح و کشتی را گذاشت بهشت از مستر هشتن و واگذاشتن یعنی سوار نشد کوه را جست رفت به طرف کوه بنا کوه در اینجا معادل یه فکر بلنده یه الگوی فکری بلنده که قبلا به ما در قصه توضیح داد گفت که کسایی که من ذهنی دارم فکر میکنن که به این فکرها باید بچسبن و علم و کمال این فکرها هستن اینا رو نباید ول کنن با اینا باید سبب سازی کنن این سبب سازی رو دینداری میدونن هر کی دیندار حقیقی باشه میخوان بگیرن اونو نابود کنند این همین الان خوندیم و آرزو میکرد کوبس عمر و امر معروف و او چرا نمیاد اینا رو تنبیه کنه و اون سختی سختگیری امر به معروف باید مثل عمر باشه خلاصه اینا را میگفت کوه و کنعان را فرو بردان زمان نوح به پسر گفت پسرم بیا سوار شو و نوح هم از خداوند خواسته بود این پسر منو نجات بده خانواده منو نجات بده خلاصه الان داره میگه کوه یعنی اون فکر بلند و و اون هوشیاری رو چسبیده بود فکرها فرو بردان زمان پس نشون میده که این به هر حال جامد بودن من ذهنی داشتن به فکرها چسبیدن یه سونامی خواهد اومد بلند اینها رو خواهد شست خرافات رو خواهد شست دینداری حقیقی زنده شدن به خدا لا کردن چیزهای آفل مرکز و پاک کردن خواهد موند اما خرافات خواهد شد کوه و کنان را فرو بردان زمان نیم موجی تا به غر امتحان تا به غر خاری و زلالت بله فشاند نور و سج و کند سج ز نور ماه کی مرتع کند شبروان و همراهان مه به تک ترک گفتن کی کنند از بانگ سگ محفشاند نور چه بگیم ما خداوند مثل محتاب نورش میفشانه یا آدمی مثل مولانا ما شب چهارده نور میفشانه سگم او او میکنه تمثیلش چیه؟ تمثیلش در شبهای محتاب محتابی سگای ده بر نور مهداب و حرکت ما وعوع می کنند یعنی او او می کنند اما سک که از نور ما نمیتونه بچره سگ در اینجا من ذهنی است نور ماه یعنی نور مولانا نمیتونه بچره غذای نور رو نمیتونه بخوره من ذهنی محفشاند نور و سگ و کند سجن زنور ماه چه این مرتع کند چه این مرتع کند یعنی چه ای غ... این غذا رو میخوره پس شما میدونید منهای ذهنی غذای نور نمیخورند اما شبروان و همراهان مه به تک درسته همراهان ماه اونایی که شب میرند شب راه میرند الان همه شما در شب دنیا در این راه میرین همراه مولانا که ماهه از بانگ من ذهنی از بانگ سگ ترک رفتن نمی کند کند شما می دونین که منهای ذهنی و می کنند ولی شما راهتون رو میرین مثل این مرید که گفت که روز روشن از کجا آمده است حرف های بیهوده ابلیسی مثل تو در من اثر نمیذاره که من ابر نیستم که باد آورده باشه یه ذره خاک بلند بشه برگردم برم من آگاهانه اومدم امیدوارم شما هم آگاهانه اومده باشید جز سوی کل دوام مانند تیر چه کند وقف از پی هر گند پیر جان شرع و جان تقوا عارف است معرفت محصول زهد صالف است زهد اندر کاشتن کوشیدن است معرفت آن کشت را رویدن است جز ما هستیم سوی کل خداوند مثل تیر میریم هر لحظه فضاگوشایی میکنیم کند نمیشیم میدونیم مقاومت کنیم کند میشیم جز و سوی کل دوام مانند تیر کی متوقف میشه از پی هر گنده پیر یعنی یه هر من ذهنی حرف بزنه ما کند بشیم که نمیشه که این و الان میگه جان شرع و جان تقوا عارفه شما به شرع اهمیت میدین به پرهیزکاری اهمیت میدین جانش عارفه عارف کسی که فضا میکنه این فضای گشوده شده هم شما هستین هم خداوند جان شر از اینجا میاد جان پرهیزم از اینجا میاد و معرفت هم محصول چیه؟ محصول زهد ما هستیم در گذشته چیکار کردیم الان باید ببینید که محصولتون چیه هر چقدر پرهیز کردین و چیزها رو به مرکزتون نیاوردین فضا رو باز کردین همینقدر معرفت دارین همینقدر هوشیاری رو جمع کردین در غزل داشتیم میگو اگر این کیسه ما پاره باشه زر در اون جمع نمیشه که پس زهد ما زهد واقعی ما این پرهیز ما یعنی نیاوردن این چیزا به مرکز ما. همانی دیگه رو شناخته و انداختن پس این فضای گشوده شده میگه جان شر و جان تقواست و زهد اینه که شما الان داره خودش تعریف میکنه فضا رو باز بکنی با این هوشیاری بکاری هر فکری میکنی یه کاشتنه هر عملی میکنی یه کاشتنه در این لحظه شما همیشه میکارید باید ببینید تخم لق و پوسیده میکارین یا نه فضا رو باز میکنین تخم خوب میکارین شما بادام پوچ میکارین یا بادام با مغز میکارین اگه با من ذهنی میکارین هیچ پوسیده است الان میگه پرهیز در کاشتن کوشیدنه میکارین هر لحظه میکاریم با پرهیز چی میکاریم بادام با مغز میکاریم و دانش هم رویاندن اون کشته یعنی شما انقدر دانش دارین که میگین که این چیزی که من کاشتم این فکری که من کاشتم این عملی که من کاشتم باید فضا رو باز کنم و با دانش زندگی اینو رشد بدم اگر یه چیزی رو با حضور کاشتم بعدا با من ذهنی نمیتونم اینو پرورش بدم توجه میکنین؟ بله سالف یعنی پیشین گذشته پس بست بستگی دارین که در گذشته شما چی کار کردین اگر شما پرهیز کردین فضا گوشایی کردین الان دانش دارین معرفت دارین معرفت یعنی این فضای گشوده شده و علم آن بستگی دارین که چقدر پرهیز کردید و چقدر های اون چیزیتون بستین و این دانش حضور در شما جمع شده بله اینا رو باید چند بار بخونیم ما همهمون که خوب بفهمیم پس چو تم باشد جهاد و اعتقاد جان این کشتن نباد است و حساد امر معروف او و هم معروف اوست کاشف اسرار و هم مخشوف اوست شاه امروزینه و فردای ماست ما پوست بنده مغز نغزش دای ماست بله میگه این تن ما اگر محل جهاد و اعتقاد باشه اگر یادتون باشه میگو مسجد است آن جسم مسجد است آن دل که جسمش ساجد است جسم ما اگر سجده کنه دل ما میشه مسجد یار بد خروب هر جا مسجد است پس جسم اگر ساجد باشه دل ما مسجد میشه جسم اگر سجده نکنه زهد نکنه پرهیز نکنه خروب پیش میاد و خروب مسجد ما رو خراب میکنه یعنی من ذهنی خروبه مسجد ما رو خراب میکنه پس تم باید محل تلاش و جد و جهد و اعتقاد باشه جان این کشتن نبات هست و حساد حساد یعنی درو کردن بله درو کردن جان این کشتن هم نبات هم محصول و درو کردنه پس باید اول این تن ما محل جهاد و اعتقاد باشه و جان این کشتن این درختی حضور ماست که داره میرویه و بعد میگه که شما که میگین امر معروف امر معروف و خود معروف همون عارفه پس این فضا درونتون باز میشه امر معروف و معروف اونه و کشف کننده اسرار و موجود کشف شده اونه پس عارفه که در اینجا میبینین که این فضای شده شده این آسمان درونه که معروف و هم امر کننده به معروفه نه من ذهنی در بیرون یه سری باورها رو به ما تحمیل کنه نه امر معروف او و معروف اوست کشف کننده اسرار و مکشوف اوست یعنی چیزی که در این جهان ما کشف میکنیم و باید کشف کنیم همین خود شما هستین که آسمان در اون بینهایت باز میشه و اگر در کسی این باز شده داره میگه امر, کننده به معروف اونه اونو باید ما پیدا کنیم اینا را مرید داره به خانم شیخ حسن میگه و داره چی کار میکنه داره تنبیهش میکنه به این ترتیب نصیحتش میکنه و این شخصی که به بینهایت خدا زنده شده و عارف شاه این لحظه ماست شاه فردای ما هم هست لحظه به لحظه شاه ماونه ما و پوست اونایی که من ذهنی دارن دائما باید بنده این مغز باشند پس بنابراین شما هم در درون خودتون باید فضا رو باز کنید و پوستتون دائما به مغزتون که فضای گشوده شده است تعظیم بکنه بله این هم در درون ما صورت میگیره هم در بیرون اگر کسی واقعا به بینهایت خدا زنده شده امر معروف او و هم معروف اوست کاشف اسرار و هم مکشوف اوست یه موجودی است که به وسیله خداوند درست شده مثل مولانا مثلا چون انالحق گفت شیخو و پیش پرد پس گلوی جمله کوران را فشرد چون انای بند لا شد از وجود پس چه ماند تو به اندیشه جهود را چشمیست بکشاد در نگر بعد لا آخر چه میماند دیگر شیخ وقتی انالحق میگه هر لحظه از جنس خدا میشه فضا رو باز میکنه و پیش میبره شما هم همینطور بنابراین با انالحق گفتن که من از جنس خدا هستم لحظه به لحظه فضا و شناسایی شما به صورت زندگی چی کار میکنه؟ کار خداوند و زندگی رو پیش میبره و جلوی همه کوران رو اونایی که من ذهنی هستن میفشاره اونا نمیتونن حرف بزنن دیگه میگه وقتی انای بنده لا شد از وجود وقتی من بنده لا شد از حس وجود در ذهن هیچی تمام شد اگه یکی یکی همه حس وجودها در ذهن و که قبلا ما رو میکشید به ذهن لا کردید دیگه حس وجود در ذهن نمی کنید بعد از اون چه میمونه ای این کار کننده بیندیش گر تو را چشمی است اگر چشم عدم داری الان باز کن نگاه کن بعد لا کردن همه بتهای آفر که میپرستیم ما دیگه چی میمونه؟ فقط خدا میمونه ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند توف سوی مه یا آسمان توف به رویش باز گردد بیشکی توف سوی گردون نیابد مسلکی تا قیامت توف برو بارد زرب رب همچون تبت بر روان بوله هم الان میگه ای برید اینا رو دوباره مرید میگه ای بریده آن لب و حلق و دهان که من ذهنی داره که دائما توف به سوی ماه میکنه یا آسمان یعنی در مقابل گشوده شدن آسمان مقاومت میکنه کم ارزش میشماره و ماه شدن یادتونه میگفت که اه اه شما صدر و بدر عالم هستید واقعا میخوایم برین در, در این غزل گفت من رفتم عقیب گل یعنی رفتم چی سوی سوی این که من صدر و بدر عالم بشم واقعا بعدم تو غزل بعدی گفت اگر از براق اومدی پایین دیگه مردی و و حرفهای بزرگان رو تو تأثیر نداره که مرد شور نیست که تو با هیچ به این سخنان پاسخ نمیدی ای بریده آن لب و حلق و دهان که کنند توف سوی ماه یعنی ما همین فضای گشوده شده است هم انسانی که به خداوند زنده شده یا آسمان توف به رویش باز یادت بیشه اگه توف به روش باز میگرده توف که در آسمان نمیتونه مسلک پیدا کنه توف در آسمان نمیتونه اقامت کنه توف حرف های ما رفتارهای های ما با من ذهنی نیست. در این صورت تا قیامت توف بر او بارد زرب از خداوند توف بر او میباره همچو تبت بر روان بولهب این اشاره میکنه به همین آیه این نه این یکی دسته های ابولهب بریده باد و هلاک بر او ابولهب میتونه پدر درد باشه پدر درد همانیدگی است دستهای های ابولهب برید باد و هلاک بر او حالا درست که اسم انسانه ولی میتونه پدر درد باشه پدر درد همانیدگی است و این نیرنگ های بد جز نیرنگ را در بر نگیرد و نیرنگ های بد مشتریش همین منای ذهنی هستند درسته جهود یعنی بسیار انکار کننده ای بریده باد آن آن لب ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند توف سوی مه یا آسمان توف به رویش باز بیشکی توف سوی گردون نیابد مسلکی تا قیامت توف بر بارد زه رب یعنی خداوند همچو تبت بر روان بولهب پس مصره دوم به این آیه اشاره میکنه یعنی برید باد دستهای های من ذهنی امکانات من ذهنی در غزلم میگو این پا نباید روان باشه یعنی شما بر حسب من ذهنی نباید فکر کنید به سوی خداوند برید بله تبل رایت هست ملچ شهریار صد کسی که خاند او را تبل خار آسمان ها بنده ماه ویند شرق و مغرب جمله نانخواه ویند زانج لولاک است بر توگی او جمله در انعام و در توضیح او میگه تبل و رایت ملک خداونده تبل و رایت یعنی این انسان به حضور زنده شده رایت یعنی پرچم و علم تبلم صدای در اینجا چنین انسانی یا بیان شدن زندگی از طریق انسان میگه ملک خداونده و صد کسی است که او رو شکنباره بدونه چون همسرش میگه این شکنباره است همیشه به شکمش میگه آسمان ها بنده ماه بیند. هر جا که آسمان هست یعنی درون انسان ها آسمان ها باز شده بنده ماه آدمی مثل شیخ حسن هستند شرق و مغرب جمله نانخواه ویند شرق و مغرب ممکنه که بازم تمام عالم باشه مشروب مغرب و کسایی که اونجا هستند موجوداتی که در این جهان زندگی می کنند نانخواه ویند الان میخواد بگه که از برکتی که از وجود چنین ماهی تششه میکنه همه استفاده میکنند تا خودشون رو بشناسند برای اینکه لولاک هست بر توقی او یعنی بر امضای او لولاک هست لولاک هم یعنی به خاطر انسان هست که خداوند همه چی رو خلق کرده یعنی همه چی خلق شده تا انسان خلق بشه خداوند که بینهایتی در او به خودش زنده بشه و همه در بخشش و توضیح او هستند توقی امضا کردن رایت پرچم توضیح پخش کردن بنابراین همه چی ما به حضور که زنده میشیم همه از برکت ما و عشق ما برخوردار میشن این موضوعی است که مرتب مولانا و بقیه فرهنگ های عرفانی هم تکرار میکنند که انسان اومده به حضور برسه تا ازش برکاتی صادر بشه که دیگران از این برکات استفاده کنند و خودشون رو به عنوان زندگی شناسایی کنند یعنی بشناسن خودشون رو اما ما متاسفانه به خاطر اشتباه هنوز نتونستیم از ذهنمون خارج بشیم همینه ای انسان اگر تو نبودی جهان را نمیآفریدم، نمی آفریدم لولا کنین. یعنی, یعنی همه چی خلق شده تا یه موجودی مثل انسان ساخته بشه انسان هم موجودی است که در او خداوند به بینهایت و ابدیت خودش زنده میشه که ما فعلا با من ذهنی جلو این کار رو گرفته ایم اینا رو همینطور میخونم آسونه که داره میگه حالا این قسمت رو تمام کنیم گر نبودی او نیابیدی فلک گردش و نور و مکانه ملک گر نبودی او نیابیدی بهار حیبت و ماهی و در شاهوار گر نبودی او نیابیدی زمین در درون گنج و بیرون یا سمین یعنی اگه انسان نبود این اتفاقات نمی گر نبودی او نیابیدی فلک یعنی آسمان گردش و نور مکانی ملک یعنی مکان فرشتگان گر نبودی او یعنی انسان نبود بهار یعنی دریاها پیدا نمی کردن حیبت و ماهی در شاهوار گر نبودی او نیابیدی زمین در درون گنج و بیرون یا سمین بعضی از این ابیاد یا همهش میتونه باسم مربوط به انسان باشه اگر او نبود ظاهرا میگه زمین در درونه این سر رویوندن چیزها رو نداشت و و در بیرون این همه گل به وجود نمی اومد یا این همه میوه و فلان و اینا به وجود نمی اومد در درونه گنج و بیرون یا سمین یا در درونه ما جنج و در بیرون چیزهای زیبا بله رزگاه ها هم رز خاران ویند میوه ها لب خشک باران ویند این که معکوس است در امرین گیره صدق بخش خیش را صدقه بده از فقیر استت همه زن رو حریر هن غنی را ده زکاتی ای فقیر این میخواد بگه غنی اصلی همین عارفه ما از او همه چی میگیریم ولی از نظر مادی ممکنه که چیزی نداشته باشه و با باید از این چیزی که از او میگیریم واقعا مال ماست به او هم بدیم رزگاه ها هم رزق خوراکی ها غذا ها رزگاه ها هم رزخاران ویند میوه ها لب باران ویند وی یعنی همون عارف است اما معکوس در امر این گره او به شما صدقه میده صدقه بخش خیش را صدقه بده یعنی اونی که به شما صدقه میده یعنی همه چی به خاطر عارفه او همه چی به شما میده حالا تو هم چیز مادی رو اگه به او بدی اشکالی نداره صدقه بخش خیش را صدقه بده از فقیر استد همه زر و حریر میگه هر چه داری از این عارفه این ایده هم در جهان وجود داره که مهاراشی هم روش خیلی تاکید کرده به خاطر وجود عارفانه که این جهان همینطور میگرده حالا مولانا می هم از فقیر استد همه زر و حریر یا این همه خوشی ها و این همه امنیتی که در جهان هست که از بین نمیره از همین فقیره کسایی که اومدن و به بینهایت زندگی و ابدیت زندگی و خرد زندگی, زندگی زنده شدن الان نگاه کنید که ما از مولانا چقدر چیز یاد میگیریم چه اسراری هست در نوشته های مولانا ما به اسرار زندگی پی میبریم این همه زر و حریر این همه که شما زندگیتون رو درست میکنین از فقیری مثل مولاناست در حالی که ظاهرا فقیر ولی غنیه برای اینکه این همه چیز به شما داده این غنی را که مولاناست ده زکاتی ای فقیر تو فقیری که بسنده کردی به این چیزهای مادی میخواد اینو بگه چون تو ننجی جفتان مقبول روح چون ایال کافران در عقد نو گر نبودی نسبت تو زین سرا پار پاره پاره کردمی این دم تو را دادمی آن نوح را از تو خلاص تا مشرف گشتمی من در قصاص اینها رو مرید میگه مانند به خانمش میگه چون تو ننگی جفت آن مقبول رو تو که ننگ انسانیتی اومدی جفت کسی واقع شده که روحش مقبول و خداونده مانند زن کافر که در عقد نوح بود اگر نسبت نداشتی با این سرا من الان تو را پاره پاره می توجه کنیم مولانا در اینجا هم به ما درس میده میگه که گرچه که به نظر میاد منهای ذهنی اضافه هستند ولی نسبتی با این سرا دارند همه این سرا مربوط به خداونده مثل این زن شیخ حسن گر نبودی نسبت تو زین سرا پاره پاره کردم این دم تو را آیا باید ما منهای ذهنی را پاره پاره کنیم؟ نه دادمی آن نوح را از تو خلاص یعنی آن نوح را از دست تو رهایی می دادم تا مشرف گشتمی من در قصاص تا شرف پیدا میکردم در این قصاص کردن که تو اینقدر ظلم میکنی به این بنده خدا بله خدا برای کافران مثل زن نوح و زن لوط را میآورد که هر دو در نکاه دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت ورزیدند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران با آتش در حالا اینو داشته باشید لیک با خانه شهنشاه زمن این گستاخی ناید زمن رو دعا کن که سگ این مفتنی ورنه اکنون کردمی من کردنی پس داره میگه که با خانه شاهنشاه زمان یعنی شیخ حسن من همچه گستاخی نمیتونم بکنم برو دعا کن که سگ این درگاه هستی و اگر نه الان من اون چی را که لازم بود میکردم در اینجا هم درس اینه که اصلا ما با من زنی کاری نداریم مثل این شخص درسته که منهای ذهنی جلوی ظهور آفتاب میگیرند نمیذارن طلوع کنه در مرکز انسان ها اینطوری که این قصه گفت تا اینجا به ما ولی آخر سر میگه که من کاری با تو ندارم تمام منهای ذهنی بازم حالا اینجا میگه سگ سگ این درگاه خداوند هستن او میتونه کار کنه شیخ حسن میدونه که با زنش چجوری رفتار کنه نه من پس ما با منهای ذهنی اصلا کاری نداریم اونا هم مربوط به این درگاه خداوند هستند و همه چی همه جا درگاه خداوند خیلی خوب گنج حضور